وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همطور که در جریان هستید اخیراً اعلام کرده بود که حمله هکری به سایت این وزارتخانه شده، تایید کرده بود ولی گفته بود حمله رو دفع کردن. دسترسی به سایت این وزارتخانه هم ظاهراً موقتاً قطع شده بود و یک گروه هکری ادعا کرده بود که 500 تا سرور، کامپیوتر، سایت و سامانه وزارت علوم توسط اونها هک شده و 20,000 سند رو در اختیار دارن. در یک سال گذشته از این نمونه ها ما کم نداشتیم که سایت های در جمهوری اسلامی هک شدن توسط همین چیزی که به عنوان هکتیویست ها ازشون اسم میبریم. مهمترین هک ها به نظر شما کدوم بودن؟ چه پیامدی داشتن؟ و چرا این روند سرعت هک ها اونطور که ابتدا بود ادامه پیدا نکرد؟ درود عرض ادب دارم خدمت شما جناب دهقانپور و بینندگان عزیز، ممنون از دعوتتون. اگر ما بخوایم این هک هایی که حالا ظرف یکی دو سال گذشته صورت گرفته رو دستبندی کنیم، میتونیم از لحاظ حالا پیچیدگی و تبعات و پیامدهایی که داشتن بررسی کنیم. حالا از لحاظ پیچیدگی اگه بخوایم نگاه کنیم، من به نظرم یکی از منحصر به فرد ترین هک هایی که شاید در دنیا بشه بهش اشاره کرد که در ایران اتفاق افتاد، دقیقاً 3 ماه قبل از قتل زنده یاد مهسا امینی، هک مجتمع فولاد خوزستان و مبارکه اصفهان بود که توسط گروه گنجشک درنجه انجام شد. این اولین باری بود شاید در دنیا که یک انفجاری رو در یک کارخانه صنعتی صورت گرفت. قبلا هک های توسط هکرهای روسی در عربستان در واقع پلن شده بود که انجام بشه ولی موفقیت آمیز نبود. این در نوع خودش خیلی بی‌نظیر بود. گروه های مثل حالا قیام تا سرنگونی و عدالت علی هم هک های پیچیده ای رو نسبتا انجام دادن. هک اول صدا سیما توسط گروه قیام تا سرنگونی، حالا وابستگی های به سازمان مجاهدین داره. هک 4 ماه قبل نهاد ریاست جمهوری رو اگه بخوام اشاره بهش کنیم، هک شهرداری تهران، اینها همه مواردی بود که در واقع گروه قیام تا سرنگونی پشتش بود، یا هک در واقع میشه گفت حتی زندان اوین دوربین هاش توسط گروه عدالت علی. خب اینا هک های پیچیده ای بودند و در واقع کار خیلی نسبتا بزرگی انجام گرفته بود میشه گفت بر اساس گزارش هایی که منتشر شده. هک هایی هم بودند که شاید به نظر پیچیدگی کمتری داشتن ولی پیامدهای خیلی مهمی داشتن، مثل هک ایمیل های سازمان انرژی اتمی، هک خبرگزاری فارس و افشای اون بولتن محرمانه سپاه توسط گروه بلک ریوارد، یا همون افشای اسامی هکرهای وابسته به حکومت و اسامی شرکت های ناجی تکنولوژی و افکار سیستم توسط گروه لبدوختگان، که در واقع این شرکت ها که پیمانکاران وزارت اطلاعات و سپاه بودن برای انجام هک های حکومتی، اینها تحریم شدن. جایزه 10 میلیون دلاری در وزارت خارجه برای اینها تعیین شد. این یه در واقع میشه مختصری به این گروه ها در نظر گرفت. گروه های زیاد دیگه ای هم بودن که من قبلا در یکی از برنامه های صدای آمریکا بهشون اشاره کردم، ولی این چند گروه رو میشه بهش اشاره کرد. در مورد اینکه چرا اخیرا فعالیتاشون کمتر شده، خب ما یه بخشی از این فعالیت ها رو شاید کمتر ببینیم یا رسانه شده، ولی اگه شما تو همین 5-6 ماه گذشته نگاه کنید، بازم هک های زیادی رو ما شاهد بودیم. هک وزارت علوم خودتون فرمودین، 4 ماه پیش هک ریاست جمهوری بود، هک ثبت احوال بود، در کنار اون ما هک شرکت بهپویش فناپ رو داشتیم، همون شرکتی که در واقع زیر مجموعه فناپ و بانک مسارها گارد هست که در حوزه تشخیص چهره داره کار میکنه، و گروه های هم حتی ظهور کردن که در واقع ما فعالیت اینها رو در کانال های تلگرامشون میتونیم ببینیم. حالا ولی ممکنه در واقع عرض کردم که این چند ماه شاید کاورج خبری کمتری گرفته و تعداد اینها کمتر شده، ولی همه اینها همچنان فعال هستن و فرایند هک کردن هم فرایند نسبتا پیچیده و طولانی، یعنی ممکنه هفته ها ماه ها طول بکشه تا بتونن یک هدفی رو در واقع بهش نفوذ کنن، اطلاعات استخراج کنن و منتشر کنن. این مواردی است که حالا باید در نظر گرفت. جمهوری اسلامی چه سیاست هایی رو در تقویت دفاع سایبریش به کار گرفته و نقاط آسیب پذیر سیستم در سیستم هایی که به هر شکل الان وجود داره در ایران در حال حاضر به نظر شما کدوم بخش هست؟ ببینید هیچ سیاست مشخصی که به صورت دقیق بیاد عنوان کنه که حالا رژیم برای دفاع از زیرساخت‌های کلیدی کشور و حالا اطلاعات مردم داره سیاست جامعی رو دنبال میکنه وجود نداره، فقط کلیگوییه. شما در کشوری حالا مثل آمریکا مثلا یه نهادی داریم به اسم آژانس امنیت زیرساخت و سایبری آمریکا به اسم CISA یا سیسا، این یک دستورالعمل‌های بسیار جامع مدونی رو برای شرکت‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی برای مقابله با تهدیدات، مخابرات، آسیب‌پذیری‌هایی که وجود داره در اینترنت ارائه میده، و این دستورالعمل‌ها خیلی کمک می‌کنه به کارشناسان که در واقع جلوی این مخاطرات رو بگیرن و به صورت رایگان همین رو در اختیار اینها قرار میده، و قوانین هم در این کنار تدوین میشه. مثلا قانون مشخصی الان وجود داره که اگر یه شرکت عمومی، یکی از شرکت‌هایی که در واقع حالا در بازار بورس اوراق بهادار آمریکا هست، اگر یک هکی براش رخ بده، در واقع یک بگیم سایبر اینسیدنتی اتفاق بیفته، باید اینو ظرف 4 روز به SEC یا همون
بگیم کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا اطلاع بده. بله. خب این برای اون شرکت پیامدهای خیلی زیادی داره و همین باعث میشه که این شرکت‌ها رو بحث تقویت زیرساخت‌های سایبری خودشون سرمایه‌گذاری کنن. ولی در ایران همچین چیزی نیست. یعنی تمام هم‌مقام رو بحث ایجاد اینترنت طبقاتی، اعمال طرح صیانت یک کاپیتالوسین دیجیتالی رو بر مردم اعمال کنن. و از لحاظ بحث امنیت زیر ساخته متاسفانه بگیم فعالیت چندانی صورت نمیگیره. در یه حوزه که بفهمید بفهمید. نه در مورد اینکه حالا عوامل این پشت این حملات، یعنی چرا اینقدر آسیب پذیر هست ایران، من این مصاحبه فکر کنم 2 سال پیش با خود جناب علی داشتم، عوامل مشخصی رو عنوان کرده بودم، ولی 3 عامل اصلی شاید اون بحث نبود نیروی کارشناس متخصص بود، نبود دستورالعمل‌های شفاف و فرایند مشخص در کنار آموزش پرسنل، و همین عدم دسترسی به آخرین تکنولوژی‌های روز، که حالا بیشتر همه اینها برمیگرده باز به سوء مدیریتی که تو این حوزه وجود داره. مثال واضحش اگه من بخوام بزنم، حالا در مورد اینکه تکنولوژی‌های فوق‌العاده قدیمی داره در ایران استفاده میشه، در هک دوربین‌های زندان اوین ما دیدیم که سیستم‌ها هنوز از ویندوز 7 استفاده می‌کردن که از سال 2020 دیگه این سیستم‌ها اصلا به روز نمیشه. یعنی در زمان هک یک چیزی نزدیک 2 سال بوده این سیستم‌ها به روز نشده و اینا خوراکی میشه برای هکرها جهت نفوذ به سیستم‌های نمونه‌اش هست. عجب. و ارتش سایبری جمهوری اسلامی ولی به نظر میاد کمکار نبوده در یک سال گذشته در فضای مجازی، خیلی فعالیت داشتن. چقدر شما قابل توجه بوده براتون این فعالیت ها و فکر میکنه چقدر به شکاف های سیاسی میونه مخالفان دامن زدن و در مقابله با اینها شرکت های بزرگ به نظر شما چه سیاست هایی رو دنبال کردن که مقابله بکنن با حضور ارتش سایبری جمهوری اسلامی در فضای مجازی؟ روی این زمینه رژیم جمهوری اسلامی داره سرمایه‌گذاری نسبتاً بالایی رو انجام میده، از این لحاظ که ما گزارش‌هایی رو داریم، مخصوصاً گزارشی که اخیراً شرکت مایکروسافت منتشر کرد در مورد اصطلاحاً سایبر انیبلد اینفلوئنس اپریشن یا عملیات‌های نفوذ سایبری جمهوری اسلامی. یه گزارش مفصلیه که سایت فکت‌نامه به فارسی ترجمه کرده و جزئیات این گزارش رو نوشته که در سال 2022 تنها، یعنی حدود 1 سال قبل، 24 عملیات نفوذ سایبری جمهوری اسلامی انجام داده. این عدد در سال قبلش، یعنی 2021، 7 تا بوده. یعنی ظرف 1 سال اینا 3.5 برابر کردن حجم عملات سایبری که برای نفوذ، حالا اصطلاح نفوذ سایبری به معنای تأثیر بر تصمیمات و نگرش مخاطبینشون، که حالا این میتونن مخالفان جمهوری اسلامی باشن، افراد باشن که مثلا یک حس یأس و ناامیدی رو در اینها ایجاد کنن یا حتی اقدام کنن به ایجاد کمپین‌های برای جاسوسی و سرقت اطلاعات. در کنار این بحث حملات به زیرساخت‌ها را مشاهده بودیم، حمله به زیرساخت‌های کشور آلبانی در سپتامبر 2022 یکی دیگر از فعالیت‌های بود که اینها انجام داده بودند. بله. خب شرکت‌های بزرگ فعالیت‌های می‌کنن، مثلا متا یک فکر کنم 40 اکانت فیسبوک یا 8 صفحه اینستاگرام اینها رو بسته بود، سعی می‌کنه اینها رو کنترل کنه، ولی همچنان حضور نسبتاً فعال این عناصر رژیم در بگیم سوشال مدیا دارند. و نکته مهم اینه که مردم در واقع باید اون اطلاعاتی که منتشر میشه در واقع با دید بیشتر، دقت بالاتری نگاه کنن و منابع رو چک کنن و به هر خبر و هر بگیم پیامی که منتشر میشه بلافاصله اعتماد نکنن و سورس خبر رو قطعاً چک کنن.